اسپری چیست و ارسپری چیست. خب نگاه کنید شما، خب اول نگاه کنید کداتون رو، شما اومد اینجا دارید به این شکل پیاده میکنید، من اومدم اینجا به این شکل در واقع دارم پیادهش میکنم. بریم سراغ ارسپری، این بر در واقع داره جنریت میکنم و یه کلاسی درست میکنم به نام هیومن. خب و میام میگم که پرایوت مقدار فرست نیم و به صورت سرینگ و هم میفرد یا اینی بابا اینی پرایوت لست نیم. آقا من میخوام فقط و فقط توی کلاس هیومن، حالا میخوام این کلاس هیومن بیاد بشه چی؟ من یه کلاس تعریف میکنم اینجا من این کلاس تعریف میکنم به نام هیومن. یه سری پراپرتی داره، یه سری متد داره داخلشم. میخوام کلاس هایی که میان این در واقع میشه پدرشون یا در واقع این میشه پرنسشون یا اصطلاحا ازش مشتق میشن از این ارث ببرم. مثلا من این کلاس درست میکنم به نام student. آیا استیودنت ها اسم فامیل دارن؟ دارن دیگه. آیا اینجا الان من بذارم امپلوی، اونایی که استخدامن، کارمند ها، اسم فامیل دارن؟ بله. آیا چه میدونم ورکر، کارگر اسم فامیل داره؟ بله. خب چرا من هی بیام برای هر کدومشون فرست نیم و لست نیم بزنم؟ چرا بیام مثلا برثدی بذارم براشون؟ چرا بیام مثلا جنسیت براشون بذارم؟ برای هر کدوم بیام کلی دیتا اشغال میکنم؟ میام یک کلاس هیومن درست میکنم، چی میشه؟ میشه کلاس در واقع والد و همه این کلاس ها میتونن ازش چی بشن؟ ارث ببرن. چی رو؟ فرست نیم، لست نیم، برثدی، جنسیت، کد ملی، همه اینا، آدرس، همه اینا رو میتونه ازشون ارث ببره. حالا ما فعلا فرست نیم و لاست نیم رو میذاریم و من کانستراکتورش رو میذارم، برمیگردم میگم فرست نیم، بله اینی و لاست نیم این هم بشه اینی و خیلی راحت دیست دات فرست نیم مال خودمان هم کوچیک بود دیست دات لاست نه مقدار لست درسته؟ اومدم اینجا این مقدار رو هم تعریف کردم. خب من یه کلاس تعریف کنم به نام پرسن یا شخص. خب من میخوام از این مواردی که اینجا هستش استفاده کنم. خب چیکار باید بکنم؟ توی جاوا اسکریپت یا تایپ اسکریپت یا پی اچ پی یا جاوا ما دستوری داریم به نام اکستند. اکستند یعنی چی؟ بیا ارث ببر از هیومن. و وقتی دارم میگم که پرسن شخص بیا و ارث ببر اکستند از هیومن، این طرف ببین چه اتفاقاتی داره میفته. من اینجا دقت بکنم، عمرن هم نمیتونی بفهمی که داره چه اتفاقاتی میفته میشه، کاری هم نداشته باشه. شما میبینم مینویسیم و برای جاوا اسکریپت تبدیل. دارم میگم کلاس پرسن تو بیا اکستند کن از هیومن، ارث ببر، وابسته بشو به هیومن. خب من میبینم متقاعد تعریف کنم به نام پرسن، در واقع فرست نیم داره، لست نیم داره، میتونه چی داشته باشه؟ مثلا ایج هم داشته باشه، اینی و یه پرایوت هم میذارم، فون نامبر هم داشته باشه، اینی همون شد. این دوتا مقدار هم داره، آره میتونه مثلا چی داره؟ آره میتونه آدرس هم بذاره، اینی پرایوت ایمیل هم بذارمش یه شخص اینی، همه اینا رو بذارم. خب همه اینا رو گذاشتم. خب این الان که ارث برده به چه درد هم میخوره؟ ببینید شما وقتی یه کلاسی مثل پرسن، مثل استیودن، مثل امپلوی، مثل ورکر، هرچی از یه کلاسی به نام هیومن ارث میبره به تمام متدهاش اگر پابلیک باشن و یه ذره جلوتر میگم چیه، به تمام متدهاش و تمام پراپرتی هاش که به صورت پابلیک باشن چی میشه؟
دسترسی دارم. حالا اگه پرایوت باشم دسترسی داره؟ نه. حواست باشه اگه میگه پراپرتی یا متدی رو به صورت پرایوت تو کلاس اصلی تعریف بکنی، نکته به عنوان تیپ میتونه در نظر بگیری، نکته در نظر داشته باش. اگر کلاس اصلی که کلاسی در واقع میاد از روش مشتق میشه یا ارث میبره، اگر متدهاش یا پراپرتی هاش چی باشن، مثلا فرض کنیم متد میذارم به نام دیتا، حالا میذارم از نوع اینی یا وید بذار، حالا فرق نمیکنه، من فرض کنم اینی اینجا پرایوته، شما یک کنسول ریترن کن، اصلا ریترن کن this dot first name this dot last name. شما نوعی اینجا اگر مثلا بذارید یه حالا یه متدی تعریف بکنید، حالا اصلا بیا از روی یه دو شی بسازیم. خب بیام اینجا اگر دارم میگم let مثلا data مثلا new person، اولا کانستراکتوری براش تعریف نکرد، خب اینجا داره بهت ایراد میگیره، دقت بکن دونه بدونه میخوام ارور رو حل بکنم. ببین مگه برای هیومن کانستراکتور تعریف نشده؟ ارور اول حل بکنیم اینجا با هم دیگه، اینجا رو به این شکل، مگه برای هیومن کانستراکتور تعریف نشده؟ خب چرا برای پرسن که تعریف نشده؟ این چرا داره گیر میده و داره میگه فرست نیم و لاست نیم، برای همه زبان هم شکلی هایچ فرقی نداره، چرا داره گیر میده؟ چون دقیقا ارث برده در واقع داره از کانستراکتور این هم ارث میبره، هر چی که این داخل هستش ارث میبره، ولی اینا چون پرایوتن دسترسی بهشون هست، یعنی به اینکه پرایوت دسترسی نه، ولی کانستراکتور که آزاد مشکل نداره. من به این شکل و داره اینجا در واقع میگه که ببین تو کانستراکتوری که این اومد اینجا در طراحی کردی که گفته فرست نیم و لاست نیم داره، من نمیدونم برای پرسن کانستراکتور رو تعریف بکنم، ولی چون از هیومن تعریف شده براش میاد ارث میبره و اینجا داره من گیر میده، میگه تو باید فرست نیم لاست نیم بذاری، پدرت کانستراکتور داره، سازنده داره. خب میام اینجا من یه کانستراکتور میذارم، یه کلمه کلیدی به وجود میاد به نام سوپر، توی همه زبان ها این سوپره یعنی چی؟ توی همه زبان ها در واقع این کانستراکتور مگه باره چیز نیست؟ پرسن نیست؟ خب مگه این در واقع من نمیده پرسن بیاد از هیومن ارث ببره؟ دقیقا کانستراکتور پدرش رو کپی میکنه میذاره اینجا با چه دستوری؟ به نام سوپر. یعنی اینجا اگه در واقع دارید شما سوپر رو قرار نه خود شما سوپر رو قرار داد، نه که من اینجا اصلا قرار ندید، نه که من کانستراکتور رو که میزنم یا سوپر رو قرار میدم. خب یعنی من الان این هستش که این سوپر رو ننویسم و میام اینجا این رو کپی بکنم بذارم کجا بذارم اینجا، یعنی در واقع حکم سوپر چیه؟ اینی که اون فرست نیم و لست نیم رو شما بخوای مقدار دهی بکنی. حالا ببین چه گیری بهت میده، سوپر رو میذاری پرانتز باز بسته بهت ارور میگیره، ارورش چیه؟ نگه داری برمیگرده میگه ایشون دوتا پارامتر داره، دوتا آرگومان داره، اینا رو پر کن. آرگومانش چیه؟ فرست نیم و لست نیم. پس اگر اومدی جای ارث بردی از یک کلاسی که کانستراکتور داره، باید پراپرتی هاش یا همون اینستنس وریبل هاش که دادی پر بشه، برای اینجا هم باید تعریف بکنی. یعنی شما نمیتونی آقا بگی نه من اون کانستراکتور داره من اینجا نمیخوام تعریف کنم، نه خیلی الزامه. یعنی شما اگر پدرتون کانستراکتور داشته باشه و اینستنس وریبلاشو پر میکنه، بچه‌ش هم چی میشه؟ کانستراکتور رو داره و کانستراکتور تعریف میکنید و برای پدرش باید کانستراکتورش که تعریف شده برای ایشون هم تعریف بشه. یعنی شما باید اینجا برگردید بگید first name any last name any، حالا دونه دونه اینستنس وریبلای خود پر کن، میگید age any فون نامبر، من اون فون میریسم any address
چرا نذاریم دیفالت ولی بذار چیزی گیر میده ریاکت گیر میده اینی و تمام. خب این سوپره چیه؟ کافی که شما این فرست نیم و لست نیم رو بهش پاس بیده تمام شده روش. یعنی چی میمون؟ این فرست نیم و لست نیم رو گذاشته این کار داخل این کانستراکتور رو برداری کپی کنی بذاری اینجا. حالا دونه دونه this dot edge رو بریز توش this dot address address رو بریز توش this dot ایمیل ایمیل رو بریز توش و this dot phone number phone number رو بریز باش phone رو بریز داخلش. خب من همه کار کردم دیگه، غیر از اینه بالا داشتم میمونه پیاده سازی میکنه غیر از این بود؟ نه. کنترل پی رو که بزن دونه دونه میگه دونه از جون میذارم آرمین رو میذارم ایجش رو میذارم مثلا 33 و اینجا برمیگرده میگه فونش میگم 0912 و ادرسش مثلا میگم میگم تهران و یکی هم مقداره در واقع اینجا ایمیلش میگم تی افزاین تی داز و در نتیجه کنسول دات لاگ مقدار دیتا و همهش میام اینجا یه رفرش بکنم میبینید دونه دونه دیتاهاش پر شده. خب پس من وقتی دارم ارث میبرم از پدرم به اینها دارم دسترسی پیدا میکنم و میتونم از طریق کانستراکتورش دیتا رو پر بکنم، ولی آیا میتونم به اینها دسترسی پیدا بکنم؟ میتونم آیا بگم this dot وقتی شما داری ارث میبری بعد بتونید به پراپرتی های اینستنس وریبل های پدرتون هم دسترسی پیدا کنید، ولی اینجا من دسترسی پیدا نمیکنم برای چی؟ بخاطر این پرایوت.